رفت آمدها رو بیشتر کنترل کنیم، محدودیت های جدیدی رو برای عبور و مرور به خصوص در رابطه با افراد مبتلا و آلوده ایجاد کنیم. اکیپ های ما امروز در جاهایی که قرار مستقر بشن اعلام خواهد شد خدمت مردم عزیز. محدودیت های تازه تردد و تجمع در ایران برای مقابله با شیوع کرونا. حرم امام هشتم شیعیان در مشهد موقتا بسته شد. گفته شده اماکن مذهبی قم هم به زودی تعطیل می شوند. از یک پزشک می پرسیم این محدودیت ها چقدر در مهار شیوع این ویروس مؤثر است. همچنین در برنامه امشب تئوری توطئه درباره شیوع یک ویروس، آیا کرونا ممکن است سلاحی بیولوژیک باشد؟ از دو پزشک که دو دیدگاه متفاوت درباره این مسئله دارند میپرسیم استدلالشان چیست؟ کشف 4 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان، ورود روزانه هزاران مسافر از ایران افغانها را نگران کرده. و نگاهی به جنگ‌های پهپادی آمریکا، استفاده از سلاحی کارآمد اما بحث برانگیز. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. امروز هم ایران یکی از بدترین روزهایش را گذراند. در حالی که فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا از حضور گسترده مردم در سطح شهر تهران گله کرده، وزارت بهداشت میگوید بیش از 1300 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور مشاهده شده و حدود 100 نفر دیگر هم جانشان را از دست دادند. حالا محدودیت‌های تازه تردد و تجمع در سطح شهرها اعلام شده. از جمله حرم امام هشتم شیعیان در مشهد بسته شده و استانداری قم از تعطیلی اماکن مذهبی این شهر در آینده نزدیک خبر داده. رئیس جمهوری ایران هم در نامه‌ای به سران بعضی از کشورها از آنها خواسته تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را اجرا نکنند. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. جلسه رئیس جمهوری ایران و مشاورانش با ماسک و با فاصله از هم. حسن روحانی از رسانه‌ها خواسته به گفته او اطلاع رسانی منصفانه و حرفه‌ای کنند و برای مردم تبیین کنند که توانمندی‌ها و اقدام‌های دولتش در مقابله با شیوع ویروس کرونا با وجود تحریم‌های آمریکا افتخارآفرین بوده. آقای روحانی در نامه‌ای به سران تعدادی از کشورها از آنها خواسته با تحریم‌های آمریکا همراه نشوند و پذیرش این تحریم‌ها را غیرقانونی و خلاف قطعنامه شورای امنیت خوانده. دونالد ترامپ پیشتر وضعیت ایران را بحرانی خوانده و به ایران پیشنهاد کمک داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران این کمک را رد کرده و گفته بود ایران بهترین و کارآمدترین تیم پزشکی را دارد. حسن روحانی در حالی از رسانه‌ها خواسته حرفه‌ای عمل کنند که سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین اطلاعیه خود از فشار بر روزنامه‌نگاران خبر داده. در حالی که اطلاعات رسمی جمهوری اسلامی درباره همه‌گیری ویروس کرونا با واقعیت همخوان نیست، آزار نهادهای امنیتی و قضایی علیه روزنامه‌نگارانی که درباره شیوع آن اطلاعات مستقل منتشر می‌کنند بیشتر شده است. ستاد ملی مدیریت کرونا محدودیت‌هایی در سطح شهرها در نظر گرفته. رفت و آمدها رو بیشتر کنترل کنیم، محدودیت‌های جدیدی رو برای عبور و مرور به خصوص در رابطه با افراد مبتلا و آلوده ایجاد کنیم. اکیپ های ما امروز در جاهایی که قرار مستقر بشن اعلام خواهد شد خدمت مردم عزیز. ایتریه خیابون میرزاپور مشاهده میکنید. اما این تصویر از تهران به دست بی بی سی فارسی رسیده. گفتن تو خونه خودتون قرنطینه کنین، ولی خب بیا مردم ایران دارن مقاومت میکنن. یا اینجا در قرچک که بازار دست فروش ها سکه است. تمام دست فروش ها و مغازه‌دارا و مردم مثلا انگار نه انگار. استاندار تهران هم از تغییر نکردن ساعت کار مشاغل ضروری در تهران خبر داده. هیچ تصمیمی مبنی بر اینکه تهران به حالت قرنطینه باشد مصوب و اتخاذ تصمیم نشده بود و همینجا من در اعلام میکنم که تمامی به اصطلاح فعالیت‌های عادی و روزمره و تمام مراکزی که باید مایحتاج عمومی مردم رو تأمین بکنن به حالت اولیه، یعنی در حالت عادی مشغول فعالیت و به اصطلاح ارائه خدمات هستن.
بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، تاکنون 12729 نفر به کرونا مبتلا شده و 611 نفر جان خود را از دست دادند. 4339 نفر هم بهبود پیدا کردند. بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی و بیمارستانی می‌گویند آمار واقعی بسیار بیشتر است. اینجا مشهد بلوار مصلا، اصلا مردم خیالشون نیست که کرونایی هست. شهردار مشهد اوضاع این شهر را نگران کننده خوانده. هفته آینده را سرنوشت سازترین هفته نامیده و چاره کار را قرنطینه در خانه دانسته. کرونا حرم امام هشتم شیعیان در مشهد را هم در ایام نوروز تعطیل کرد. سرپرست معاونت اماکن متبرکه و زائران آستان قدس گفته با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای همراهی با مسئولان بهداشت، سلامت و درمان کشور در ایام نوروز پذیرای زائران و مجاوران حرم رضوی نخواهیم بود. اما هنوز خبری از تعطیلی اماکن زیارتی در قم نیست. هرچند استانداری قم گفته که به دستور وزارت کشور این اماکن به زودی تعطیل می شود. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در گیلان می گوید در دو روز گذشته در این استان مبتلایان به ویروس کرونا افزایش داشتند و اگر مردم در قرنطینه خانگی نمانند بحران عظیمی را خواهد داد. اینجا در قائم شهر در مازندران هم ظاهرا مردم به توصیه برای ماندن در خانه توجهی ندارند. امروز 24 اسفند 1398 میدان نقش جهان اصفهان. در مقابل تصویری که از اصفهان به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان از خلوت بودن خیابان ها دارد. رشد ویروس کرونا در ایران همچنان سیر صعودی دارد. مقام های دولتی میگویند عملکرد مناسبی داشتند، اما هنوز روش مقابله و نحوه اطلاع رسانی آنها درباره کرونا مورد انتقاد است. به نظر می‌رسد که تاری شکن شدن این ویروس در ایران و جهان راه درازی در پیش است. فرین آسمی، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هست. آقای دکتر، چقدر این منع آمد و شد و منع تردد در شهرها ممکنه بتونه مشکل رو حل بکنه؟ این یک مسئله اثبات شده است، هم در همه‌گیری هایی که قبل از کرونا وجود داشته و هم تجربه ما در کشورهایی که موفق بودند، از جمله کره جنوبی. تجربه اخیری که ما داشتیم هم از لحاظ تعداد تلفاتی که به وجود اومد و هم از لحاظ کنترل بیماری بسیار موفق بودند و این چیزی نیست که هیچ کس بتونه انکار بکنه. مشکلی که در مملکت ما وجود داره این هست که همه بار مسئولیت رو میخوان بندازن بر دوش مردم. اگر قرار بر قرنطینه است، دولت باید اجرا بکنه و پشتیبانی های اقتصادی هم از مردمی که در خونه میشینن انجام بده، کمای کشورهای دیگه انجام دادن. اما در حال حاضر مسئولین ما میخوان با کمترین هزینه همه بار مسئولیت رو بندازن گردن مردم. در مواقع دیگه در قرنطینه های سیاسی و اجتماعی خب تا حالا تونستن همه کار انجام بدن. در این مورد هم اگر اراده‌ای وجود داشته باشه واقعا میشه انجام داد، باید این کار انجام بشه. هرچند خیلی خیلی دیر شده، ما هفته ها زمان طلایی رو از دست دادیم، تعداد بسیار زیادی مبتلا شدن، اما هنوز هم دیر نیست و میتونه کمک کننده باشه، به شرط اینکه یک اراده قوی با پشتیبانی اقتصادی خانواده ها همراهش باشه. مردم مجبور به اطاعت از این قوانین بشن، ولی وقتی که دولت جدی نمیگیره و اراده قوی در این رابطه وجود نداره، تشتت مراکز تصمیم گیری وجود داره که 4 تا از 5 مرکز موافق این تصمیم نیستن، مردم همین قضیه رو جدی نمیگیرن و حرجی بر اونها نیست. و برای اولین بار در طول چند هفته اخیر امروز رسانه‌های ایران به صورت تفکیک شده قربانیان رو بر اساس سنشون و بر اساس جنسیت مشخص کردن و رده‌های سنی رو مشخص کردن. برخلاف اونچه که ما میشنویم و شنیدیم از رسانه‌ها، این که کشته‌ها همیشه افراد مسن‌تر جامعه هستن که جونشون رو از دست میدن، در این رده‌بندی و در این تفکیک می‌بینیم که کسانی که جانشون رو در ایران از دست دادن اکثرا بین 40 تا 50 و 50 تا 60 هستن. آیا این رده‌بندی چیز جدیدی رو داره به ما میگه؟
خب این ردبندی از این جهت های اهمیت هست که ما برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده که منجر به این موضوع شده. اول از همه در ادامه صحبت های قبلی من عرض بکنم که قرنطینه دو تا خاصیت داره. یکی این که زنجیره انتقال روی جایی میشکنه و باعث انتقال کمتر میشه، و نکته دیگه این که باعث میشه بیماران 40-70% مردم اگر قرار بر ابتلا هست به تدریج مبتلا میشن، به تدریج به مراکز درمانی مراجعه میکنن و مراکز درمانی فرصت ارائه خدمات درمانی رو دارن. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که به یک باره تعداد بسیار زیادی بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردن. نه تنها مراکز درمانی ایران، در هیچ جای دنیا این حجم بیمار رو در یک زمان نمیتونه درمان بکنه. اتفاقش این میفته، منجر به این میشه که اولا درصد مرگ و میر بالاتر از درصد جهانی شده، یعنی به جای 3-4 یا حتی کمتر از 1% در کره جنوبی ما بین 7-14% مرگ و میر داریم. نکته دیگه عدم محافظت از جوانها، جدی نگرفتن این مسائل در مراکز درمانی، نداشتن مراکز درمانی، در واقع پوشش های لازم برای مراکز درمانی باعث میشه که پزشکان ما که جزو طبقه جوان ما هستند، پرستاران ما، نیروهای خدماتی بیمارستان، آرامگاه ها، کسانی که در حمل و نقل بیماران دخالت دارن، اینها آلوده میشن. از اون ور سیستم درمانی هم الان پر شده و در واقع ارائه خدمات به نحو مطلوب نمیشه انجام بشه، منجر به این میشه که تلفات ما متاسفانه به سنین پایین تر هم در واقع یه مقدار رسوخ پیدا بکنه. ممنونم از شما دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن. آیا ممکنه ویروس کرونا از دل یک آزمایشگاه نظامی در آمریکا بیرون اومده باشه؟ این سوال یکی از تئوری‌های توطئه و شایعاتی است که علت اصلی گسترش ویروس کرونا رو سناریویی از پیش طراحی شده میدونه. بر اساس این فرضیه نیروهای پشت پرده قصد دارن سیاست و اقتصاد جهان رو تحت تسلط خودشون در بیارن و برای این کار از سلاح‌های بیولوژیک استفاده می‌کنن. در بعضی از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین برخی مسئولان میگن کرونا یک سلاح بیولوژیک ساخت آمریکاست. آیت الله علی خامنه‌ای فرضیه حمله بیولوژیک رو در فرمانی به سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا مطرح کرده بود. باید ببینیم آیا این صفحه ما کار خواهد کرد یا نه. بله میکنه ظاهرا. این توییت آیت الله خامنه ای هست که در اون صحبت از یک حمله بیولوژیکی کرده بود. بعد از انتشار این خبر وزیر خارجه آمریکا واکنش نشون داد و او هم توییتی کرد. در توییت خودش مایک پومپو، در توییتی که الان میبینید، او هم در این توییت به رهبر جمهوری اسلامی گفت که به جای صحبت از دفاع بیولوژیک بهتر بود حقیقت رو در مورد پروازهای رفت و برگشت به ووهان چین به مردم میگفت. البته فرضیه حمله بیولوژیک به اینجا ختم نمیشه. سخنگوی وزارت خارجه چین هم در توییتی گفته بود که این احتمال رو مطرح کرده بود که ممکنه این ویروس از دل آزمایشگاه‌های نظامی آمریکا بیرون اومده باشه. این هم توییتی هست که دیدید. اما اتفاقی که میفته این است که بسیاری از جمله پزشکان متخصص احتمال این فرضیه رو رد کردن. یکی از این افراد ایرج ملکزاده، معاون وزیر بهداشت ایران بود، که در یک برنامه تلویزیونی احتمال ساخته شدن این ویروس در یک آزمایشگاه نظامی آمریکا رو رد کرد و گفت خود آمریکا بیشتر از بقیه از این ویروس آسیب دیده. ما در حقیقت اپیدمی‌های دیگه هم داشتیم، چه در سال‌های مثلا توی 20-30 سال گذشته و چه در گذشته‌های دور. و اینکه آیا این یک جنگ بیولوژیک بوده، شما خواهید دید که الان خود امریکا بیشتر از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. شاید یکی از کشورهایی که از همه کشورها شفافتر اعلام کرده تعداد مبتلایان و مرگ رو واقعا ایران بوده. شما می‌بینید کشورهای همسایه ما ترکیه، من مطمئنم که تو خیلی از کشورها این هست، منتها حالا به هر دلیلی افراد اعلام نکردن یا اونو مخفی میکنن. در امریکا هم همینجوره، در اروپا هست. شما وضعیت ایتالیا رو میبینید، کره جنوبی رو میبینید. واقعا این خیلی بعیده که یک جنگ بیولوژیک باشه.
بیشتر ویروس شناسا و متخصصا ادعای ایران در مورد تغییر ژنتیکی ویروس کرونا در آزمایشگاه رو رد میکنن و به نظر اونها این مسئله هیچ پایه و اساس علمی نداره. آمریکا که متهم فرضیه جنگ بیولوژیکه برای مقابله با کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرده. تا به حال 2500 مورد ابتلا به این ویروس در آمریکا تایید شده و بیش از 50 نفر از اونها هم جونشون رو از دست دادند. با این حال همچنان بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در ایران روی این موضوع پافشاری می‌کنند که کرونا یک ویروس دستکاری شده است. این دانشی که بنده دارم به شما میگم این احتمال رو به من میده که این ویروس دستکاری شده است. این ویروس خیلی ساختار پروتئینی عجیبی داره. جالبه یک دانشمند روسی گفته آمریکایی‌ها یک سال قبل واکسن این رو ساختن. واسه اینه که تعداد کیس‌های آمریکا کمه و به ارتشی‌هاشون واکسن زدن. ولی ما الان غافلگیر شدیم کشور ما. ما در عرض 19 روز الان کشورمون آلوده شده. شهرها رو داریم می‌بندیم. الان بحث قرنطینه داره مطرح میشه. به خاطر اینکه این ویروس ساختارش متفاوت با کرونا ویروس‌های مرس و سارس هست. این ویروس الان داریم ما رو بیمارها مطالعه میکنیم. جالبه برخی ها تا لحظه آخر هیچ علامتی ندارن. من دارم صدها کیس رو میبینم و لطفاً به من کمک بکنید برای اینکه آمریکا دانش فنی سینتتیک بیولوژی و مهندسی ژنتیک الان این توانایی رو به ما داده که ژن رو دستکاری بکنیم. حتی میتوانیم اونهایی که دارن کار میکنن تو رژیم صهیونیستی عوامل بیوتروریستی میسازن که فقط یک نژاد خاص رو آلوده بکنه، فقط فلسطینی ها رو. از دکتر پال هانتر، ویروس شناس و استاد پزشکی دانشگاه ایست انگلیا پرسیدم این تئوری ها و احتمال اینکه این ویروس در یک لابراتوار تهیه شده باشد چقدر جدی است. I do not think any of these conspiracy theories are even remotely true. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این تئوری های توته حتی ذره‌ای به واقعیت نزدیک باشن. ما می دونیم که این ویروسیه که عموماً در خفاش ها پیدا میشه و می دونیم که ویروس ها می تونن از خفاش ها به انسان جهش داشته باشن، معمولاً از طریق یک جانور واسطه. و این دقیقاً چیزیه که در مورد سارس اتفاق افتاد و همه شواهد ژنتیکی دلالت بر این داره که این بار هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. محتمل ترین توضیح این میتونه باشه که شکارچیانی در جنوب شرقی آسیا، شاید در چین، شاید در ویتنام یا کامبوج، حیواناتی رو شکار کردن، اونها رو به بازاری در چین منتقل کردن و در حین انتقال این حیوانات در تماس با خفاشا هم بودن و خفاشا اونها رو آلوده کردن و چون حیوانات در جریان این جابجایی دچار استرس زیادی بودن، خیلی مریض شدن و مقدار زیادی ویروس در اونها انباشته شده و بنابراین وقتی این حیوانات زف میشن، در این فرایند زف و قصابی ویروس از حیوانها به انسان رسیده و انسان را آلوده کرده. ما حدود 15 سال پیش مقاله‌ای رو منتشر کردیم و نشون دادیم که این احتمالاً دلیل پیدایش سارس بوده. در مقاله‌های دیگر نشون دادیم که این گونه تجارت خطری برای سلامت عمومه. و اگر اینطور شایعات رو دولت‌ها عمدن پخش کنن، باعث میشه مردم دیگر کاری برای متوقف کردن چنین بحران‌هایی نکنن، چون تا زمانی که به طور جدی با کنترل تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی جلوی گسترش عفونت‌ها رو نگیریم، این اتفاق‌ها دوباره تکرار خواهند شد. اگر افرادی بیان و با این شایعه‌ها عمدن توجه عموم رو از دلیل واقعی شروع ویروس منحرف کنن، اون وقت اپیدمی‌های بیشتری خواهیم داشت و انسان‌های بیشتری خواهند مرد. انواع و اقسام ویروس‌های این چنینی در خفاش ها وجود دارند و منتظر فرصتن که یک چنین بحرانی رو دوباره ایجاد کنن. They're all waiting the opportunity to cause a similar outbreak to what we've got at the moment. آیا این ویروس به لحاظ بیولوژیک جایی بین سارس و کرونا ویروسی که از قدیم میشناختیم قرار داره؟ دو جور کرونا، دو خانواده متفاوت از کرونا هست. ویروس های کرونای آلفا که بسیار از اونها زنجیره های انسانی هستند و دهه هاست که در انسان ها در گردشن و عامل سرماخوردگی معمولی هستند. حدود یک سوم سرماخوردگی ها نتیجه ویروس کرونای آلفا است. بعد ویروس های کرونای بتا رو داریم که کووید 19 از این گروهه و سارس نمونه دیگریه و مرس یا سندروم تنفسی خاورمیانه هم نمونه سوم. این ویروس های نوع بتا هستن که خیلی در خفاش ها گردش دارن.
و خفاش ها میزبان اصلی اونا هستند که البته خود خفاش ها خیلی از این ویروس ها مریض نمیشن، ولی اونها رو به پستانداران دیگر منتقل میکنن که مریض میشن و بعد ویروس رو به انسان منتقل میکنن. در این زمینه پژوهش های فراوانی موجوده و اگر هر نهاد دولتی بخواد چیز دیگری بگه داره دروغ میگه. دکتر پول هانتر بود، ویروس شناس. اما دکتر مازیار اشرفیان بناب با ما هست، متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه چستر. آقای اشرفیان بناب معتقد است که ماجرا جنگ بیولوژیک نیست. و از تهران دکتر مهدی خزلی پزشک به ما هم، ایشون هم پیوستند. آقای خزلی معتقد است که احتمال این وجود داره که این ویروس دستکاری شده باشه. آقای خزلی بذارید با شما شروع بکنیم. چرا فکر میکنید احتمال این هست که این ویروس دستکاری شده باشه؟ با سلام خدمت شما و عرض تسلیت به قربانیان این بلای بزرگ، عرض کنم که من میخوام بگم قاطعیت در عدمش یا تأییدش هر دو غلطه. هم میتواند همین مسیری که با پزشکان و محققین گفتن از طریق خفاش اومده باشه و هم میتواند اون بحث سلاح بیولوژیک مطرح باشه. و اینکه ما بگیم سلاح بیولوژیک چرا، بله همه جا گرفتار میشن، اروپا هم گرفتار میشه، آمریکا هم گرفتار میشه، اما واقعیت این است که درسته که از نظر ژنوم همه انسان ها خیلی شبیه همن، اما هر فردی اون ژنوم اختصاصی خودشو داره، اون سرانگشت خودشو داره و این سرانگشتی که ما میشناسیم اثر انگشت اختصاصی است، یا وقتی آی اسکن میکنیم میدونیم که این چشم آی اسکنی که میشه کاملا اختصاصی است برای هر فرد. من میخوام بگم در سفید پوستا به هر حال یک اشتراک ژنی هست که اینها سفید پوستن یا سیاه پوستن یا غیره. شناسایی این مشترکات خیلی راحته. وقتی من میام یک نمونه ژنتیکی میدم، ژنوم بنده رو بررسی میکنم و بعد میگن شما 10,000 سال پیش به فردی میرسی در بروجه و یا 15,000 سال پیش یک زنی در خراسان، پس داره اینها رو یک بانک اطلاعات ژنتیکی دقیق بیان میکنه. و حالا اگه کسی بخواد، من میخوام بگم رد نکنیم، چون قطعا این جزء تحقیقات کاملا فوق سری آمریکا و کشورهای پیشرفته است، و رد نکنیم. اونا دنبال این هستن که فرد یک نسل یا یک قوم یا یک نژاد رو بزنیم کنار، نژاد سرخ رو فقط بزنیم، این که خیلی ساده تره. نه، یک فرد یک ویروسی ساخته بشه که با رسپتورهای شخص مثلا رئیس جمهور فلان کشور ارتباط برقرار کنه، همه آلوده میشن، اما اونجایی که رسپتورشو داره و میتونه بیماری کشنده باشه اون فرده. لذا میبینیم به واسطه همین مطالعات هست که مثلا رئیس جمهور روسیه یا آمریکا وقتی جایی میره، حتی مدفوع اینها رو بسندی میکنن، برمیگردن که ژنوم اینها دست کسی نیفته و نتونن این بیوتروریسم کارشو بکنه و ترور بکنن. این رو رد نکنیم بالکل، نمیخوام تایید کنیم که حتما یک سلاح بیولوژیک بوده، ما دنبال تایید قطعی نیستیم، اما قطعی هم رد نکنیم. اما احتمالش رو میگین نباید رد بکنیم. آقای اشرفیان بناب، پاسخ شما رو بشنویم. اجازه بدید پاسخ آقای اشرفیان بناب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان محترم برنامه و همینجور همکار عزیزم و دوست گرامی جناب آقای دکتر خزلی. عرضم به حضور شما در رابطه با کرونا، من کاملا مخالف آقای دکتر خزلی هستم. من فکر میکنم تحقیقات علمی کافی و بسیار معتبر در سطح جهان انجام شده و نتایجش در مجلات و نشریات علمی بسیار معتبر منتشر شده و نشون میده کاملا با تحقیقاتی که ما در علم ژنتیک داریم و میتونیم ریشه یابی کنیم که یک ویروس، یک میکروب یا یک هر جانداری، هر موجودی از کجا ریشه گرفته. کاملا نشون میده این تحقیقات که منشأ ویروس کرونا در یکی از بازارهای ماهی فروشان ووهان چین بوده که حالا پرندگانی که آلوده بودن اونجا وارد شدن و این ویروس رو به هر حال به انسان منتقل کردن. در این مورد کوچکترین شکی نیست و من فکر میکنم این تئوری در واقع سلاح بیولوژیک یک فرافکنی و یک بحث کاملا انحرافیه. کسانی در ایران یا بعضی کشورهایی که حالا به هر حال منافع خاصی حکومت ها دارن، یا به خاطر توجیه بیکفایتی خودشون
در مقابله با این ویروس این مسئله رو مطرح میکنن و یا شاید دنبال منافع سیاسی و نظامی هستن و میخوان به هر حال شرایط کشورشون رو و موقعیت سیاسی و جغرافیایی پلیتیکس کشورشون رو تحت کنترل بگیرن و این مسائل رو مطرح میکنن. مطلقاً اینجور نیست. ما در علم ژنتیک امکانات و به هر حال روش‌های بسیار دقیقی داریم که میتونه ثابت بکنه و ثابت کرده که این ویروس منشأش از خفاش‌ها بوده. و آقای اشرفی مولانا، چرا فکر می‌کنید حتی یک اونطور که همونطور که آقای خزلی گفتن 1% خیلی کمی حتی جا برای مثلا خطا یا شک گذاشت؟ سوال شما هم خیلی مهمه و هم خیلی سخت. ببینید، من هم معتقدم که تاریخ رو باید 50 سال بعد خوند. ممکنه در آینده ما چیزهایی رو ببینیم، بشنویم یا حتی یاد بگیریم و علم و تجربه ما بیشتر شه، اون چیزی رو که امروز بهش باور داریم در شک بکنیم یا بازنگری کنیم. ولی به هر حال امروز سال 2020 میلادی ما از نظر علم ژنتیک به جایی رسیدیم که به قاطعیت میتونیم بگیم که ریشه ژنتیکی یک بیماری یا یک ویروس کجا بوده و با قطعیت بتونیم این به اصطلاح تئوری توطئه یا منشأ انسانی یا سلاح بیولوژیک بودن کرونا ویروس رو رد کنیم. و من امیدوارم مردم ما، و مهم این هست، حالا به هر حال ما الان در یک، همونجور که قبلا در مصاحبه عرض کردم، ما در یک جنگ بیولوژیک هستیم و مهم اینه که ما، مردم ما و تمام مردم در سراسر دنیا بدونن ما در جنگ با یک ویروس هستیم که حالا به هر حال به خاطر تکامل طبیعی به مرحله‌ای رسیده که میتونه انسان‌ها رو آلوده کنه و باعث مرگ و میر زیاد بشه. آقای خزری، در صحبت‌های پروفسور هانتر هم شنیدیم که او ابراز نگرانی می‌کرد از این تئوری توته. دلیلش هم این بود که میگفت اگر انسان‌ها باور بکنن که این ساخته یک لابراتوار هست، اون وقت متوجه نمیشن که چقدر خوردن حیوانات وحشی و حیواناتی که ممکنه خوردن اونها باعث وجود این ویروس ها بشه، از اونها دوری نمی کنن و جدی نمی گیرن مسئله رو. یعنی حتی می گفت خطری وجود داره پخش کردن این گونه آنچه که اون می گفت شایعات. ببینید، دقیقا همینطوره. این من خواستم فقط بگم احتمال رو رد نکنیم و مطالعه کنیم، اما فعلا اون چیزی که دانشمندان بررسی کردن همین ارتباط با حیوانات وحشی و خفاش است و از این مسیر اومده حلقه و باید جدی بگیریم. و اون میخوام رد کنم این قصه ای که یه عزیزی گفته بود، شما هم پخش کردید، که روی ژنوم ایرانی ها یا چینی ها تنظیم شده. من میخوام بگم که واقعا در ایران رو میخوام بگم، در چین خوب برخورد کرد، یک استان 40 میلیونی ووهان رو کاملا قرنطینه کردن و برخورد درستی بود، تونستن مهار کنن. اما در ایران به آمارها نگاه نکنید، نگیم ما 6% یا 5% ما قربانی داریم. اصلا آمار مبتلایان در ایران، سوای از این که دارم پنهانکاری میکنم و این حرف من هم بار داره، برای من ممکنه خطر داشته باشه، من حالا پنهانکاری رو نمیخوام بگم، میخوام بگم اساسا ریلایبل نیست، اساسا ما آماری نداریم. از بستگان خود ما در بیمارستان نفر سوم بوده که مبتلا شده، 2 نفر جوانتر بودن، اصلا اونا نیومدن تست بگیرن، رهاشون کردن، میرن بیمارستان میان و اون در آی سی یو. یا همشیره بنده در بیمارستان داماد ما آقای دکتر نوحی که سمتی هم دارن، هر دو اینا هم صاحب منصبن، اما مخفی میکنن، به جایی اصلا ابراز نمیکنن. من میخوام بگم واقعیت این است که پنهانکاری و بعد هم عدم رصد، ما رصد نداریم، غربالگری نداریم. اگه یک نفر رفته، سوپری که رفته و دنبالش میرن، اینجا اصلا رها شدن، او خود بیمار کرونایی از بیمارستان رها میشه، دنبال داروش تمام شهر رو زیر پا میذاره. آره، از بحث داریم کمی دور میشیم. فکر نمی کنید پخش، یعنی قبول این شایعه که این حمله بیولوژیکه و اینکه دولت آمریکا اون رو درست، فکر نمی کنید قبول اون واقعا میتونه راههای درست مقابله با این ویروس رو ما رو دور بکنه از اون مسیر؟ بله، میخوام بگم همین که آقای دکتر اشرفیان فرمودن، این فرافکنی و گمراه کردن هر به هر طریق اومده باشه، الان باید همه دست به دست هم بدیم، یک جنگ بیولوژیک با این ویروس باید مبارزه کنیم. حالا فرض کنیم اصلا ساختن، منشأش مهم نیست، ما باید بجنگیم. و اون نکته مهمی هم که پروفسور فرمودن مهمه که اگر با این حرف ها فراموش کنیم که اون
وحشی خوری ها و حیوانات وحشی رو که وقتی استفاده میکنن، این میتونه چند بار آسیب زده به جامعه بشری و باز هم ممکنه آسیب بزنه. یعنی تغذیه ها رو در بخصوص در آسیای شرقی باید دقت کنیم و دارن دقت هم میکنن. بسیاری از این ارتباط ها باید قطع بشه. آقای اشرفیان، خیلی کوتاه با شما تمام بکنیم، چه مشخصه ای در این ویروس هست که باعث میشه افراد فرض بگیریم چنین تئوری هایی در مورد اون مطرح بشه؟ ببینید، ویروس ها مثل تمام موجودات دیگه، تمام موجودات زنده، البته ویروس ها رو بسیاری از دانشمندان حد فاصل مرگ و حیات میدونن، حد فاصل بین یه موجودی که میشه زنده یا به اصطلاح غیر زنده نامیدش، ولی ویروس ها هم مثل همه میکروب ها و همه موجودات زنده هدف نهاییشون تولید مثل و تکثیر هست و بقا. به هر حال ویروس ها هم مثل همه موجودات زنده دچار تکامل ژنتیکی میشن و این تکامل ژنتیکی یک جور بهشون کمک میکنه که ادامه حیات بدن. این موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی در ویروس ها و مخصوصا در کرونا ویروس که حالا به هر حال ویروس خیلی قدیمی هم نیست، یعنی ابتلاع انسان به کرونا ویروس تقریبا شاید چیزی کمتر از حدود 100 که شروع شده و پیدا شده، این ویروس ها تکامل پیدا کردن و تکامل پیدا کرده کرونا و در آینده یقیناً بیشتر تکامل پیدا خواهد کرد برای اینکه بتونه بقا پیدا کنه. سیستم ایمنی ما هم همینجور تکامل پیدا میکنه، ما ایمنی پیدا خواهیم کرد در برابر ویروس کرونایی که الان هست، ولی هیچ تضمینی نیست در آینده نزدیک یا دور سوش ها و گونه های جدید ویروس کرونا یا ویروس های دیگه به دلیل تکامل انقدر قوی بشن که بتونن ما رو مبتلا کنن و بعد در ما بیماری ایجاد کنن و باعث مصیبت های اینچنین بشن. اینه که همیشه باید هوشیار بود و مسئله مهم همونجور که دوست عزیزم جناب آقای دکتر خزعلی فرمودن اینه که باید بررسی کامل علمی همزمان با مقابله با ویروس در کشور انجام شه. الان شما اگر نگاه کنید کشورهایی مثل چین، کره، ایتالیا بی نهایت و به تعداد بسیار زیاد مقالات علمی در رابطه با محتوای ژنتیکی این ویروس داره چاپ میشه، ولی متاسفانه از ایران مقاله معتبر و علمی آنچنانی بیرون نمیاد. فقط ادعا و فقط همون بحث های انحرافی در مورد اینکه این ویروس ساخت آمریکاست یا ساخت دشمنه مطرح میشه. ممنونم از شما آقای اشرفیان بنا، وقت بیشتری نداریم. ممنون از هر دوی شما، دکتر مازیار اشرفیان بنا و دکتر مهدی خزعلی از تهران. ممنون. گروه بزرگی از کادر درمان در ایران که برای مهار کرونا تلاش میکنن از تأخیر مسئولان برای اقدامات احتیاطی شامل قرنطینه کردن شهرهای کانون بیماری انتقاد میکنن. اونها همچنین میگن امکانات کافی برای مقابله با کرونا ندارن. بعضی از پزشکان گلایه ها از مسئولان و توصیه هاشون به شهروندان رو در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن. اونها میگن برای شکستن زنجیره انتقال کرونا در خونه بمونید. بخشی از این پیام ها رو با هم بشنویم. بنده هم به عنوان یک بیمار کرونایی در حال نقاهت که هنوزم روزهای سخت در واقع تب و تنگی نفس گاهگاهی رو دارم تجربه میکنم و هم به عنوان یک پزشک متخصص داخلی از نظام جامعه سلامت کشور و از دستاندرکاران مدیریت کلان در واقع وزارت بهداشت درمان گلایه مندم. روز 22 بهمن طبق گزارش پرستاران محترم اورژانس با یک بیماری در واقع مواجه شدیم که به خاطر تب و تنگی نفس و لرز بستری شده. سناریوی بیمار رو اعلام کردم و به این نتیجه رسیدیم که این بیمار یک پنومونی آنفولانزایی است و بلافاصله بیمار رو با ICU منتقل کردم تا تحت درمان در واقع قرار بگیره. روزهای چهارم پنجم متوجه شدم که دچار تنگی نفس داره میشم و روز پنجم مراجعه کردم بیمارستان، سیت اسکن ریه انجام دادم و متوجه شدم درگیری دو طرفی دیگه به صورت ارتشاء منتشر در هر دو ریه دارم. روز دوم بستری من به من خبر رسید که همسرم که خودش متخصص داخلی هست دقیقا دچار همین علائم شده. روز چهارم پنجم بستری من بود که در واقع متوجه شدم با بروز کرونا، یعنی که با در واقع بیماران کرونایی در شهرستان قم روبرو شدیم. گلایه من اینه که ای کاش پروسه بیماریابی کرونا خیلی زودتر حداقل از اول بهمن به صورت چارت‌های تشخیصی و درمانی خیلی منظم از طرف وزارت بهداشت به مراکز درمانی مختلف کشور و مخصوصاً
به مراکز درمانی مراجع در واقع درمانی مراکز استانها ابلاغ می شد. به ای کاش این تشخیص های ابتدایی زودتر صورت می گرفت و ما با این بحران روبرو نمی شدیم. کادر درمان داره کارش انجام میده ولی به صورت فرسایشی و واقعا نمیدونم بچه ها تا کی میتونن دووم بیارن. اینو جدی دارم میگم، یه ریزشی داریم، خیلی از پرستارا هم انصراف دادن، هم خسته شدن. بیمارستان خصوصی حتی خیلی فشار روشه و کمک ها به صورت قطع چکونی داره انجام میشه. یعنی یک سری بیمارستان ها که کمک میشه ولی نمیدونم چرا دست کادر درمان مستقیم نمیرسه و تو انبارا دپو میشه و منتظر یه روز بدتری هم. نمیدونم این روز بدتر دیگه کی باید بیاد یا چجوری، ولی این بیماری همینجوری ادامه داره تا موقعی که زنجیره رعایت نشه، تا این ورودی به بیمارستان قطع نشه، این بیمارستان خروجیش درست میشه. این دقیقا حالت عرضه و تقاضا داره. دولت فشار بیاریم واسه اینکه بیرون اومدن از خونه رو ممنوع کنه، شهرها رو قرنطینه کنه، راهها رو ببنده و اگه قرار حمایتی از کسایی که مشاغلشون تعطیل میشه انجام بشه، دولت این کار رو انجام بده. از کادر بهداشت و درمان حمایت کنه. بیمارستان میدون جنگ نیست که شهادت توش افتخار باشه. به راحتی میشه با ترمیم کردن تجهیزات از کشته شدن کادر درمان جلوگیری کرد. این بیمارستان فقط یک درگاه شده واسه اینکه مریض بیاد از اون درگاه رد شه بره به سمت لقاء الله. یعنی متاسفانه اینجوری شده که مریضا مراجعشون کمتر شده، اونایی که بدحال ترن میان و اون بدحالا میان میرن آی سی یو و آی سی یو هم نمیتونه اینا رو برگرد. یعنی از آدمایی که میان میرن وصل میشن به دستگاه ونتیلاتور، هیچ کدوم این نمیشن، هیچ کدوم بر نمیگرده، خیلی درده. و بعدش هم دستگاه کمه، دستگاه به ونتیلاتور نان اینویزیو. ببین یعنی در واقع یه موقعی هست که مثلا دو تا مریض دارن، یکی سنش کمتره، میگن این کم سنتره رو بس کنیم به دستگاه. ببین چیزایی که داره رو کادر درمان فشار میاره. صدای تعدادی از مخاطبان ما و پزشکان بود. اما در افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه مدرسه ها و دانشگاه ها برای دست کم یک ماه تعطیل شدند. جشن نوروز هم که سالانه با شرکت هزاران نفر برگزار میشد لغو شده. نسیر نوا از کابل گزارش میده. یکی از شلوغ‌ترین مرزهای افغانستان، مرز اسلام قلعه در ولایت غربی هرات. سیل بازگشت کنندگان افغان از ایران اخیراً سه برابر بیشتر از وضعیت معمول شده. پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، مهاجران داوطلبانه بار سفر به وطن بستند. اگرچه تیم بهداشتی اینجا حضور دارد، اما نگرانی آنجاست که افراد بی آنکه علایمی نشان دهند می توانند ناقل ویروس کرونا باشند. ما می خواهیم که از دولت که تدابیر را بیشتر بگیرند با شهر هرات و سر مرزها، که همین مریضی هایی که می آید و مرز کم تدابیرشان را بیشتر بگیرند. بس کنه خو بیرو خیلی نشم. والی هرات هم شاکی از بی‌توجهی دولت. و ما میترسم که خدای نکرده روزی بیاید که ما باز نتانیم که وفیات خود جمع کنیم. اگر امروز دست به کار نشویم، با هم کار نکنیم و کلگی با هم یک جای استاد نشویم، وضعیتی که در ایران است بدترش در افغانستان خواهد بود. نگرانی 20 روز قبل شروع شد، زمانی که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت غربی هرات در همسایگی ایران به ثبت رسید. تا کنون در افغانستان 182 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که از این میان 11 مورد آن مثبت و باقی منفی بوده. 6 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در ولایت سمنگان، 1 مورد در کاپیسا و 1 مورد دیگر در ولایت بلخ. 52 نمونه مشکوک دیگر هم تحت بررسی های لابراتواری قرار دارند. همه مبتلایان کسانی هستند که به تازگی از ایران برگشته و یا با این افراد در تماس بودند. تعطیل شدن مدارس در غرب، جشن نوروز در شمال و برنامه‌های ورزشی در کشور از راهکارهای دولت برای کاهش تجمع و پیشگیری است. صدور ویزای هند و پاکستان برای اتباع افغانستان مسدود و مرز ازبکستان و پاکستان با کشور نیز
بسته شده. اما مرز اسلام قلعه افغانستان در هرات همچنان به روی مهاجران باز است. مهاجرانی که هر روز از سومین کشور متاثر از ویروس کرونا برمیگردند و به سراسر افغانستان سفر می کنند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. با گسترش شیوع کرونا در جهان، کشورهای مختلف برای مقابله با آن محدودیت‌های جدیدی وضع کردند. عربستان، کویت و اردن همه پروازهای بین‌المللی را لغو کردند. آمریکا گفته ممنوعیت ورود اروپایی‌ها را به اتباع بریتانیا و ایرلند هم گسترش می‌دهد. در نیوزیلند هر کس که از فردا وارد این کشور بشه باید 14 روز خودش رو قرنطینه کنه و در اسپانیا قرار از دوشنبه به مدت 15 روز قرنطینه سراسری اجرا بشه. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اروپا به مرکز اپیدمی کرونا تبدیل شده. با بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا در اروپا، حالا امریکا میگوید ممنوعیت سفر به این کشور شامل بریتانیا و ایرلند هم میشود. رئیس جمهوری تصمیم گرفته که ممنوعیت ورود مسافران از کشورهای اروپایی به آمریکا شامل بریتانیا و ایرلند هم بشود. این ممنوعیت از نیمه شب دوشنبه اجرایی میشود. در ایتالیا ممکن است مردم در خانه هایشان حبس شده باشند، اما امید آنها در انزوای ناامیدی محبوس نیست. کشور در تعطیلی است، کرونا جان بیش از 1000 نفر را گرفته، بیمارستان ها جان ندارند و به جای آنها این بیمارستان های صحرایی پذیرای خیلی از بیماران هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی مرز خود را با ایتالیا بستند، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید بستن مرز تنها راه چاره نیست. مقابله با کرونا نیازمند مجموعه ای از راهکارهای مختلف است. پیام ما به کشورها این است که باید یک رویکرد چند جانبه برای مقابله با کرونا در پیش بگیرند. آزمایش کردن، قرنطینه کردن، محدودیت برای تجمع و مرز بستن به تنهایی نتیجه نمی‌دهد. همه این کارها را با هم انجام بدهید. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید اروپا حالا به مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. اسپانیا مقررات اضطراری ملی اعلام کرده. این کشور بدترین شرایط را بعد از ایتالیا دارد، با حدود 1500 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کمتر از 24 ساعت. در بریتانیا برگزاری مهمترین مراسم عمومی اعم از مسابقات ورزشی قرار است لغو شود. امروز آمار مرگ 10 نفر در بریتانیا گزارش شد که در مجموع شمار جانباختگان ویروس کرونا در بریتانیا را به 21 نفر میرساند. ترس از کرونا حالا خزنده در جامعه بریتانیا رخنه کرده. آثار آن را از اینجا، یعنی قفسه های خالی سوپرمارکت ها میتوان دید. فرانسه هنوز رفت آمد را محدود نکرده، اما برگزاری هر گونه تجمع بیش از 100 نفر را ممنوع اعلام کرده. همزمان جلیق زردها در خیابان‌های پاریس تجمع کردند تا با این تصمیم دولت مخالفت کنند. اقتصاد اتحادیه اروپا یک دهه بعد از بحران مالی جهانی حالا یکی از دشوارترین شرایط را پشت سر می‌گذارد. سهام کشورهای اروپایی روز گذشته اندکی بهبود یافت، اما بسیاری از تحلیلگران آن را جهش گربه مرده یا همان بهبود موقت ارزش سهام بعد از روند نزولی چند روزه تحلیل کردند. البته بعضی همان را نتیجه خوشبینی در پی اعلام وضعیت اضطراری ملی از سوی دولت امریکا عنوان کردند. ارزش سهام وال استریت دیروز بعد از امضای بودجه 8 میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا توسط دونالد ترامپ اندکی بهبود یافت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در جهان فعالیت خود را محدود کردند. امروز شرکت اپل اعلام کرد که تمام فروشگاه‌های خود در سراسر جهان غیر از سرزمین اصلی چین را برای 2 هفته تعطیل می‌کند. فروشگاه‌های اپل در چین دیروز و بعد از کند شدن شیوع ویروس کرونا در این کشور باز شدند. تازه‌ترین آمار شنبه 24 اسفند نشان می‌دهد که تا به حال بیش از 155 هزار نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند.
حدود 6000 نفر از آنها جان باختند و دست کم نیمی از کل مبتلایان بهبود پیدا کردند. ویروس کرونا حالا به نقاطی از جهان رسیده که تا به حال کمتر اثری از آن دیده شده بود. در افریقا 20 کشور آلوده شدند با موارد جدید در رواندا و نامیبیا. در هند همزمان با روشن‌تر شدن ابعاد شیوع ویروس کرونا، روش‌های کمتر دیده شده برای درمان کووید 19 هم باب شده. اینجا نزدیک به 200 هندو دور هم جمع شدند و با نوشیدن ادرار گاو می‌خواهند بر ویروس کرونا غلبه کنند. هند تاکنون بیش از 80 مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده و 2 مورد مرگ. بعضی درباره این ارقام تردید دارند. همه‌گیری ویروس کرونا حالا فرصتی برای سنجش میزان صداقت دولت مردان است. شیده هوشمندی، بی بی سی. با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، خانواده‌ها و نزدیکان بسیاری از قربانیان برای دادخواهی تلاش کردند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که اونها تحت فشار قرار گرفتند، شامل احضار به مراجع قضایی و اطلاعاتی، بازداشت و بازجویی. از جمله این افراد بستگان امیرحسین سعیدی نیا هستند. گفته شده او برای کشته شدن او و از بین رفتن او برای مادرش طاقت فرسا بود و فریادهای او در سوگ خانواده‌اش و فرزندش در خیابان‌های تهران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، اتفاقی که خانواده سعیدی نیا می‌گویند باعث شد تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار بگیرند. اما فاطمه لطیفی، خاله امیرحسین سعیدی نیا، از ادمونتون کانادا با ما هست. خانم لطیفی، فکر می‌کنم خیلی ها میخوان بدونند که بر سر خانواده ها، از جمله خانواده شما، چه آمد در اون مقطع. زمانی که ما مطلع شدیم که هواپیما سقوط کرده، یعنی توی ساعت‌های اولیه به ما نگفتن هواپیما ساقط شده، گفتن نقص فنی داشت سقوط کرده. خب خیلی از خانواده ها هراسون رفتن فرودگاه. یکی از اون خانواده، خانواده خواهر من بود، هراسون فرودگاه رفتن جویای ماجرا شدن که چه اتفاقی افتاده. متاسفانه همون لحظات اول نیروهای سپاه اونجا فراوون بودن، یعنی حضور داشتن و اطلاع داشتن که حالا خانواده ها میان دنبال بچه هاشون، جویای حال بچه هاشون بشن. خانواده ها رو با ماشین هایی که از قبل آماده کرده بودن میبرن یک جایی درون کوههایی که اصلا با چشم دیده نمیشه که حفاظت اطلاع سپاهه. اونجا به خانواده باز هم نمیگن که هواپیما ساقط شده، میگن که نقص فنی بوده و سقوط کرده. خب خانواده های زیادی اومدن اونجا داد و فریاد و تنها کاری که اونجا میکردن این بود که اورژانس اونجا بود و فقط داروی آرام بخش به خانواده ها میداد که آروم بشن. خواهر من هم همیشه. بعد که کم کم دولت‌های غربی، آمریکا و کانادا افشاگری کردن که این هواپیما ساقط شده به واسطه موشک‌های سپاه، سپاه وارد عمل شد، اومد به خونه‌های افراد مختلف، مخصوصا خانواده‌هایی که سر صدا کردن، اعتراض کردن. یکی از خانواده، خانواده ما بود و همچنین خواهر من که فیلمش رو همه دیدن، که پخش شده بود که خواهر من جلوی عکس پسرش وای میسه، صدا میکنه، کمک میطلبه و میگه که به فریاد ما برس. پسر من دیگه ایرانی نبود، پسر من میخواست به کانادا درس بخونه. سپاه فشار بیشتری برای این خانواده ها میاره. یکی از این خانواده خانواده ما بودن که ما چون صدامون رو بالا برده بودیم، اعتراض کرده بودیم، عزاداری توی خیابون انجام میدادیم و فیلم میفرستادیم، سپاه خیلی روی ما تمرکز کرده. آیا شخص شما هم اتفاقی براتون افتاد؟ بله، من خود من توی از تمام مراحل مراسماتی که داشتیم فیلم میگرفتم، مصاحبه کرده بودم، من رو به اطلاعات سپاه بردن، گفتن چرا فیلم میفرستی، چرا مصاحبه میکنی، دلیلش چیه، برای چی این کارا رو میخوای میکنی، چه هدفی رو داری. و از این سوال ها ما میتونیم تو رو 24 ساعت نگه داریم، هر بلایی بخوام سرت بیاریم. پدر پویا بختیاری رو میشناسی؟ گفتم بله میشناسم. گفت میتونیم یه بلایی سرت بیاریم مثل اون یه جای انداختیمش که عرب نیبندست. فشار روی ما خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. و از یه طرف هم ما نمیتونستیم ساکت باشیم، یعنی اینکه مدام این سکوت به نظر من خیانته. باید فهمون، ما فهموندیم به دیگران که
این فاجعه اتفاق افتاده. خواهر من صدا میکرد پسرشو، عکس پسرشو میگرفت توی خیابون با همراه با هم دیگه میرفتیم و پسرشو صدا میکردیم و مدام خواهر من میگفتش که پسر من رو سپاه کشته. یعنی دیگه واقعا دست از جونمون شسته بودیم، چون میخواستیم که بفهمن، همه این دنیا بفهمه که این اتفاق، این فاجعه، نمیگم اتفاق، این فاجعه به واسطه خودی برای مردم اتفاق افتاده. ممنونم از شما خانم لطیفی. ببخشید که وقت بیشتری نداریم. فاطمه لطیفی خاله امیر حسین سعیدی‌نیا که در پرواز اوکراین کشته شد. اما در چند دهه اخیر جنگ ها تغییر شکل دادن و بیش از پیش به فناوری های جدید متکی شدن، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها. شاید معروف ترین قربانی این سلاح جدید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران باشد که در حمله پهپادی آمریکا در عراق کشته شد. اما آمریکا از کی شروع به استفاده جنگی از پهپاد کرد و امروز گسترده آن چقدر است؟ پرام قوتی گذاشت میدن. هواپیمای بدون سرنشین، وسیله جنگی محبوب قرن 21. قاسم سلیمانی در عراق هدف یکی از همین پهپادهای آمریکا قرار گرفت. اما دیدگاه‌ها در این مورد متفاوت بود. عده‌ای گفتند او قهرمان مبارزه با داعش و محافظ مرزهای ایران بود و طرف دیگر او را قاتل کودکان سوری، سرکوبگر و تروریست نامید. و در این هیاهو مطلبی که کمتر به آن پرداخته شد وسیله کشتن او بود. پهپاد، ابزار رایج منازعات نوین. این نقشه کشورهایی است که پهپادهای جنگی دارند. هواپیماهای بدون سرنشین 38 کشور در جهان مسلح هستند و 11 کشور از این پهپادهای جنگی در عملیات نظامی استفاده کردند. اما آمریکا گسترده ترین عملیات پهپادی را در جهان دارد. هدف حمله های پهپادی معمولاً کسانی بودند که آنها را بازیگران غیر دولتی می نامند. یعنی افراد یا گروه هایی که مستقل از دولت ها عمل می کنند و نیروهای نظامی کشور خاصی نیستند، مثل پیکارجویان داعش، القاعده و الشباب. اما قاسم سلیمانی فرمانده نظامی یک کشور بود، شاید نشانه ای از تحولی تازه در جنگ های پهپادی آمریکا. مهمه بپذیریم که قاسم سلیمانی مسئول نقض تعداد بیشماری قوانین حقوق بشری بوده و همچنین احتمالاً نقض تعداد زیادی قوانین بشر دوستانه. اما طبق قانون استفاده از نیروی نظامی، فعالیت‌های گذشته‌ای فرد نمیتونه دلیل کشتن او باشه. دلیلش هم اینه که اگر قرار بود این مبنای حمله قانونی باشه، هر کشوری در دنیا میتونه کسی رو در کشوری دیگه به خاطر فعالیت‌های گذشته اون فرد بکشه. اگر کشورهای دیگه از این رفتار آمریکا پیروی کنند، تقریبا باید با ماده 51 که منشور سازمان ملل و منع اقدام نظامی خداحافظی کنیم. کشورهایی که آمریکا در آنها عملیات با پهپاد انجام داده شامل افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، یمن، لیبی و اخیراً نیجر است. آمریکا با اکثر این کشورها نه تنها در جنگ نیست، بلکه کشوری مثل پاکستان در اوج حملات پهپادی از سال 2010 تا 2014 از متحدان واشنگتن به حساب می آمد. نیروهای آمریکایی در ماه دسامبر گذشته، یعنی تنها دو ماه پیش، 655 حمله هوایی در افغانستان انجام دادند. یعنی در هر روز 21 حمله هوایی. 6 ماه قبل از این در سپتامبر آمریکا 1100 حمله هوایی در افغانستان انجام داده. یعنی در هر روز 40 حمله هوایی. آمریکا نمیگه چه تعداد از این حملات با هواپیما بوده و چه تعداد با پهپاد. فرق جنگ‌های پهپادی با جنگ‌های سنتی این است که خلبان‌ها به جای اینکه مستقیماً در میدان نبرد باشند، در ایالت نوادا یا نیومکزیکو یا آمریکا در اتاقی تاریک مقابل تعدادی صفحه نمایشگر نشستند و پهپادهایی را هدایت می‌کنند که در آن سوی کره خاکی، مثلا در افغانستان، افراد را رصد می‌کنند و یا هدف قرار می‌دهند. عملیات‌های پهپادی محرمانه است و اطلاعات آن در اختیار عموم نیست. این یعنی دور ماندن از نظارت، مخصوصا اگر غیر نظامیانی هم در حمله کشته شوند. یک خلبان سابق پهپاد که کارش را رها کرده و حالا علیه این نوع جنگ فعالیت می‌کند، در گفتگو با بی بی سی مدعی شده کشته شدن غیر نظامیان برای موافق‌هایش مهم نبوده.
responsible for the cameras see what you believe to be a child. شما اگر روی صفحه نمایشگر ببینید که بچه‌ای هدف قرار گرفته، بعد از حمله چه تحقیقاتی وجود داره؟ Accountability is there. None. هیچی. Really none. واقعاً هیچی. تنها مواردی که درباره پرسنل تحقیق میشه وقتی که هواپیما رو ساقط کنن. استفاده از پهپادها در دوران ریاست جمهوری جورج بوش شروع شد، اما در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بسیار گسترده تر شد. وقتی باراک اوباما پژوهشگر قانون اساسی رئیس جمهور شد، تونست لیبرال ها رو هم با برنامه پهپادی همراه کنه. با گفتن اینکه این روش جدید جنگه، دیگه نیاز به سرباز روی زمین نداریم که دقیق تره و غیر نظامیان کمتری کشته میشن. در این زمان میبینید که برنامه پهپادی به سرعت رشد کرد. اوباما در یک سال اول ریاست جمهوریش به اندازه تمام 8 سال جورج بوش دستور حمله پهپادی داد و تا اتمام دورهش 10 برابر دوره بوش حمله پهپادی انجام داد. اوباما اولین دستور حمله پهپادیش را برای عملیاتی در یمن صادر کرد که به فاجعه انجامید. 55 نفر کشته شدند که 21 نفرشان کودک بودند، از جمله 10 کودک زیر 5 سال. 12 زن میانشان بود که 5 نفرشان حامله بودند. همون پیشرفتی که فناوری رو در اختیار ما گذاشته که جایی در اون سر دنیا رو هدف قرار بدیم، میطلبه که ما این قدرت رو محدودش کنیم که ازش سوء استفاده نشه. اما میراثی که اوباما به جا گذاشت را حالا دونالد ترامپ تحویل گرفته. در اولین گام ترامپ قانونی را که اوباما در اواخر ریاست جمهوریش تصویب کرده بود ملغا کرد. قانون گزارش سالانه از کشته شدگان غیر نظامی در حملات پهپادی، یعنی پاسخگویی کمتر برای سازمان سیا و پنتاگون. اینکه چگونه افراد در فهرست حمله پهپادی قرار می‌گیرند مشخص نیست. به همین دلیل امکان ارزیابی حقوقی دلایل قرار گرفتن نام افراد در فهرست هم وجود ندارد. واقعیت اینه که الان از نظر حقوقی هیچ راهی وجود نداره که بشه دولت آمریکا رو وادار کرد تا تایید کنه که اسم کسی رو در این فهرست مرگ گذاشته. فرقی هم نمی‌کنه که شما شهروند آمریکا باشید و حمایت کامل قانون اساسی رو داشته باشید. بنابراین راهی هم وجود نداره که از این فهرست خارج بشید. بحثی که علیه این فهرست میشه اینه که روند قضایی کجاست. شما نمیتونید حکم اعدام صادر کنید، به خصوص برای یک شهروند آمریکا، بدون هیچ روند قضایی، بدون دادگاه، بدون مواجه شدن با شاهدها و بدون حق وکیل، و فقط ترور کنید. در دنیایی که پرنده‌های بدون سرنشین در عملیات‌های محرمانه از آسمون انسان‌ها رو رصد می‌کنن و بعضن اونها رو هدف قرار میدن، خبرنگاران و نهادهای حقوق بشری برای شفافیت بیشتر می‌جنگند. پرهام قبادی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی انتخاب کردید.